بایدن چهار نفر بودن، ولی ارشادو که تو سد گاران پیدا میکنن. سد گاران یه سدی خارج از شهر مریوان. چهار هفته از خانواده دنبالش میگردن. از روز 26 که مادرشو میبره بیمارستان و میاره خونه و میره بیرون و دیگه گم میشه و خانواده میرن دنبالش میگردن. هر جا من تلاش کردم بهشون بگم که همچین اتفاقاتی افتاده. از دو هفته پیش من مدام باشون حرف زدم که یعنی شما احتمال میدادید که در مورد آقای رحمانیان چون این اتفاقی رخ داده باشه؟ من گفتم هر جور شده اگه بازداشت کردم بدونیم کدوم زندانه، ولی خبری که هست چون که ما مطمئنیم از این سره که اونا باشون تماس گرفتن با خانواده. یه بار زنگ میزنن میگن این آقا که شما دنبالشین تو زندان سنندجه. روز بعدش تکذیب میکنن میگن نیست. یه بار دیگه میگن بهشون بدن تشخیص هویت، یه کسی رو پیدا کردن تو سنندج، میرن که میبینن اون نیست. این تماس ها به درخواست خود خانواده پیگیری میشه و اونها تماس میگیرن، یا تماس ها از طرف خود مقامات مسئول بوده مستقیما؟ اینا خودشون رفتن هر جایی رو شما بگین تصور میکردن رفتن، هر پارتی رو که نمیدونم، میدونستم امام جمعه، نمیدونم کسایی که احساس میکردن میتونستن کاری بکنن سپردن، ولی تماس خودشون گرفتن. حالا از چه نهادی بوده من دقیقا نمیدونم و فضا الان به شدت امنیتیه. من خودم با هزار مکافات باشون حرف میزنن. همین الان که جسد ما هنوز تحویل نگرفتیم تو پزشک قانونی مریوانه. آقای رحمانیان فعالیت سیاسی داشتن؟ شما این نگرانی هم در موردشون داشتین؟ مادرش مریضه، هم باباش هم مادرش. من اول وقتی با مادرش صحبت کردم قبل از اینکه این جسد پیدا بشه گفت منو برده بیمارستان و دیگه من ندیدمش. بعد رفته بیرون روز 26. روز 26 قوقا بود تو مریوان. این که از خونه میره بیرون دیگه از اون روز نیست. نمیدونم خودش سیاسی، نمیدونم دانشگاه تموم کرده، یه سال داشت برای فوقش میخوند. چی خونده بودن؟ کوشبری اتاق عمل دانشگاه ملی کردستان. اینو تموم کرده بودن یه سال، الان هم داشت برای فوقش میخوند. ولی به هر حال کسی بوده، هم خوشنام بوده تو اون شهر، هم پسری بوده، همه بهش اعتماد داشتن. از هر کسی بپرسید پسر مودعی بوده، به هر حال دانشجو بوده. الان چیزایی که بیشتر خانواده رو اذیت میکنه اینه که مثلا شایعه درست کردن یا میرن به خانواده میگن شما باید بگین خودکشی کرده. اینو بهشون گفتن. بعد بهشون گفتن که الان یه چیز دیگه هم درست کردن، مثلا میگن به خاطر نمیدونم یک دختری رو دوست داشته، بعد اونم خودکشی کرده تو اون روز. آخه کسی هم که افسردگی داشته باشه تو اون روز قوقا، تو اون بلبشو فرصت گیر میاره تاکسی بگیره بره بیرون شهر چندین ده کیلومتر، بعد اونجا خودشو بنداز تو آب. اینو مقامای امنیتی گفتن؟ بله بله. جسد چه زمانی آقای احمدی دیروز کشف میشه و چگونه کشف میشه و اطلاع داده میشه به خانواده؟ دیروز چند نفر تو آن محوطه سدگاران یه جسدی رو پیدا میکنن. جسد منتقل داده میشه به پزشکانی. یه نفر از خانواده درجه دوم ما مطلع میشه که یه همچین جسدی پیدا کردن. اینم میره برای تشخیص هویت و زنگ میزنه به خانواده ساعت 5 عصر دیروز که بله خود ارشاده. هنوز مادر و پدر ارشاد جسدو ندیدن. شما توی بعضی از منابع خبری اشاره کردید حالا به نقل از شما که جسد متلاشی شده. منظورتون از متلاشی شدن چیه و آیا کسی دیده این جسدو؟ اون خبرایی که هست، اون کسایی که جسد اولیه رو پیدا کردن میگن جمجمه شکافته است، بعد استخوناش شکسته است چند جا. من تمام استرسم اینه که جسدو ندن یا یه جوری بخوان خاکش کنن، چالش کنن. ما نفهمیم چه بلایی سرش آوردن. آقای احمدی در خبرهایی که بوده حالا منتشر شده شده نقل از شما یا در منابع خبری بهش اشاره شده، اینطور گفته شده که ایشون ربوده شده. چه دلیلی وجود داشته که در اون شلوغی که شما الان تصویر کردید از مریوان در اون روز ارشاد رحمانیان رو بربایند؟ تو اون روز میتونست اصلا هر کسی بیفته تو خیابون. حالا من نمیدونم، حالا یه چیزایی هم هست میگن خب 25 بوده 26 گرفتنش، ولی ما ندیدیم و کسی هم ندیده. حین بازداشت کسی نمیدونه، خبر نداره چطوری اتفاق افتاده. پس یعنی این گمان شماست؟ بله به همین شکله، ولی که این گمان تو روز 26 آبان خیلی واقعیه، چون که روز 26 آبان کسی که مریوان، وسعت مریوان، شهر مریوان رو بدونه میدونه تو اون اتفاقاتی که اون روز تو اون روز افتاده، فیلماش هست، عکساش هست، هر کسی که میتونست بیاد بیرون احتمال دستگیریش بوده. هنوز گزارش پزشکی قانونی هم صادر نشد، یعنی به رویت خانواده شما نرسیده؟ فقط یه نفر فامیل درجه دوم رفته شناسایی کرده. چیزی هم که اون گفت، من خودم باهاش حرف زدم، گفت جسد باد کرده بود، حتی تشخیصش خیلی سخت بود برای من که میشناسم.
بکشمش. به هر حال خب یه ماه جسد تو آب باشه خب معلومه باد میکنه و دفرمه میشه. چه مدتی جسد تو آب بوده بنابر تخمینی که خودتون میزنید؟ من فکر میکنم همین شاید 2-3 هفته ای باشه، چون اونا کار پزشک بگه چقدر بوده، ولی یعنی باید منتظر مون برای گزارش پزشکی قانونی. بله اگه بدن خانواده ما دست به دامن هر کسی تو اون منطقه شده که برن بی دردسر این جسد رو تحویل بدن. اگه راست میگن خودکشی نکرد، این بامبوله برای چی در میارن؟ خود جسد رو تحویل بدن دیگه، طرف خودکشی کرده، خودشو انداخته تو آب دیگه. این جسد رو افراد محلی پیدا کردن و اطلاع دادن؟ و به اولین جایی که اطلاع داده شد کجا بود؟ اولین جا به پلیس خبر دادن دیگه، بردنش پزشک قانونی، بعدش هم برای تشخیص. ولی هیچ درگیری آقای رحمانیان نداشته با کسی که شما احتمال بدید خواسته انتقامی از ایشون بگیره؟ نه خیر، اگه کسی هم بخواد انتقام بگیره روز 26م تو اون باور نمیخواد انتقام بگیره، از چی بگیره؟ از کی بگیره؟ بعد اتفاق چرا فقط تو روز 26م میفته؟ بعدش هم من چیزی هم که خبر دارم تعداد مفقود شدگان بیشتر از اینه. الان من باید حالا آیا خانواده شما قصد دارن که پرونده ای رو در این خصوص باز کنن و به صورت قضایی بعد از اینکه حالا جسد رو تحویل گرفتن و گزارش پزشکی قانونی رو رویت کردن، آیا از طریق قضایی و پرونده قضایی این قضیه رو پیگیری کنن؟ ما تمام تلاشمون رو میکنیم. اول جسد رو بهمون بدن، گزارش رو بدن، نبرن یه جا دفن کنن بدون اینکه کسی بفهمه. اون وقت ما تمام تلاشمون میکنیم. فعلا اینو بدن به خانواده‌اش، به مادرش، بدن تحویلش، بذار مادرش ببیندش. اون وقت دیگه اگه قانونی وجود داشته باشه تو این کشور یه دادرسی میشه آدم بکنه، یه وکیلی میتونه بگیره چرا این پسر اینجوری شده، به چه دلیل، چرا اون وقت، یا مقصرها پیدا میشن یا نمیشن. پیدا شدنش هم فکر نکنم بشن، ولی به هر حال یه پرونده ی آدم میتونه باز بکنه. برای ما محرزه که تو خیابون بوده اون روز، خونهشون تو شهره، مادر میذاره میره بیرون، به چه دلیل رفته بیرون اونش من نمیدونم، چرا رفته بیرون نمیدونم. خب دلیلش هم تو اون شهر اگه جوونی یه ذره نمیدونم تو اون روز تو اون حال هوا یه ذره نمیدونم رگ غیرت داشته باشه تو اون فرد، مردمو میکشن 11 نفر تو یه روز کشتن، اینم آدم حداقل میره بیرون، من نمیدونم.